دید به شما کمک میکنه بریدید دیگه و رفتید توی تنهایی و فقط از خدا کمک میخواید. میگه این بزرگترین خدمتیه که این سختی ها به شما میکنه. این که میگه روح تو به من میکنه اینطوری میگه، منظورش اینه. این مفهومو تو دفاتر دیگه هم داشت، یادم نیست چه دفتری بود، میگه خلق را با تو چنین بدخو کنن تا تو را ناچار روزان سو کنن. یعنی تمام این اتفاقات برای اینه که روی ما رو برگردونه به اون جهتی که باید باشی و نشون میده که، یعنی میتونه نشون بده که دردای ما از همین چیزهاییه که میخوایم بهش برسیم. یعنی ما خودمون دنبال درد خودمون میریم، منتها ناآگاهیم از این قضیه. در حقیقت دوستانت دشمنن که ز حضرت دور و مشغولت کنن. میگه اونی که تو رو از من دور کنه اون دشمنته، ولو اینکه تو الان تصورت اینه که این دوست توه. ما کلی از این دل مشغولی ها داریم دیگه، از خانواده و بچه و دوست و کار و شغل و چه میدونم. در حقیقت دوستانت دشمنه که ز حضرت دور و مشغولت کنه. هست حیوانی که نامش اشغل است، او به زخم چوب زفت و لمتر است. لمتر یعنی توپل مپل. تا که چوبی میزنی به میشود، او ز زخم چوب فربه میشود. این یه حیوانی رو مولانا مشخصهاش میگه. این حالا عرض میکنم این چیه. این چیزی که مولانا داره به ما میگه، میگه این حیوان اسمش اشقره و خاصیتش اینه که وقتی میزنیش کتک بهش میسازه و چاقش میکنه. تا که چوبی میزنی، یعنی تا بهش چوب میزنی به میشود، حالش بهتر میشه. کوب زخم او ز زخم چوب فربه می شود. حالا عرض کنم به شما، این مثلا فرض بفرمایید که این مثال میخواد بزنه مولانا که بگه که کتک چوب زدن بازم یه چیز بدیه دیگه در عرف ما، کتک خوردن چیز خوبی نیست. میگه این میشه باعث خوبی میشه، باز یه چیز بد اومده باعث یه چیز خوب شده. این مثال تو اون رابطه داره میگه، ولی حیوانی که میگه خیلی غریبه. من به شما بگم این میتونه همین جوجه تیغی باشه، منتها در از جوجه تیغی که تهدید میشه اینطوری میره تو خودش و بدنشو خاراش میده بیرون و هیکلش جثهش بزرگتر نشون داده میشه. یعنی من اینطوری فکر میکنم شاید این که میگه فربه میشه اینا منظور جثهش بزرگ میشه و این منظورش اشاره به همون جوجه تیغیه. در اصل یه نوع جوجه تیغی بزرگ.